تو طیف رسانه غیر ایرانی خارج از ایران یک گروهی هستند حالا من مثال دارم میگم خانم مسیح علی نجات یک گروهی هستند که اینها گویا دوست دارند موج سواری رسانه رو تکرار بکنند وقتی خانم علی نجات در مورد شما صحبت میکنه انگار اینا دوست دارن این اتفاق مدام تکرار بشه و مردم با اطلاعات غلط پیش برن ببین اولا خانم علی نژاد به من گفته که تو مشاور قالیباف بودی خب تصویرش هست دیگه خب ایشون که نیروی آقای خاتمی بوده نیروی آقای کروبی بوده اون موقعی که من پای سفره بودم ایشون که وسط سفره بوده اون مرکز سفره بوده اما حالا چرا امریکایی ها دوستش دارن؟ من اصلا قضاوتش نمی کنم. از امریکایی پول می و دستش درد نکنه. از هر جا می من چیکار کار دارم؟ من اصلا قضاوت شخصی نمی کنم افراد. من در یک ساختار دارم حرف آدمایی امریکایی آدم هایی که توبه می کنن و دوست دارن. با خاتمی بودی؟ با کروبی بودی؟ مقنعه سرت می کردی؟ حالا توبه کردی فوش میدی دمت گرم. ما توبه کار دوست داریم. مسئله توبه کاره. توبه دوست دارن چون میخوان نشون بدن که ببین این توبه کرد ولی واقعیتش این علی نجات توبه نکرد علی نجات همچنان به رانت وصله چرا علی خانم مرجان شیخ الاسلام که از بزرگترین کسایی که پول خارج کرد حرفی نزد نمیدونیم چرا مردم نمیدونن چرا رسانه ها نمیدونن چرا همه میدونن چرا هنوز وسط سفره است توبه ای نکرده از رانت توبه ای نکرده از منابع از مغنهش توبه کرده از رفاقت با کروبی و موسا... خاتمی توبه کرده آمریکایی هم همین توبه رو دوست داره آقای دکتر صحبت هجاب شد ام... گویا قرار هستش که طرح مربوط به پوشش خانوم ها در اتاق عمل رو ایجاد بکنند و برای پوشششون یک ساختار جدیدی رو پیاده سازی بکنند این پزشکایی که خیلی مورد انتقاد شما هستند مگه کمک نمی کنند به ساختار درمان این کشور چرا ما ساختار درمان رو رها کردیم اتفاقاً و اومد به هاشیه آقای آقا. 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 دقیقا اینا موضوعاتیه که مخ... میخواد مافیا پزشکی رو نام کنیم مگه موضوع اتاق عمل هجابه ما نمیدونیم موضوع اتاق عمل چیه یه سر به مردم بزن ببین چند درصد عمل ها بی عمل بیدلیل. عمل قلب بیدلیل. عمل آپاندیس بیدلیلی که با اون عمل, عمل آپاندیس فرد میمیره. پرونده الان تو چیزه خطای پزشکیه تو رسیدگی خطای پزشکیه از عمل آپاندیس بیدلیل طرف مرده چرا میخوان مسئله های اصلی حوزه پزشکی که رانته که مافیاست که نابرابریه که بدبختی مردم تو سیستم درمانه تو, تو اون چادرای جلو بیمارستان امامه که مردم میان شبا چادر میزنن تو اون سرما که بچه هاشون توی, توی عمل بشن تو بیمارستان امامه مسئله اوناست و حالا میخوان سر حجاب اتاق عمل بحث کنن چرا, چرا ما مردم ابله فرض آقای پاکستان واقعا مردم ابله نیستن اینا مردم ابله حساب میکنن فکر کنم، مردم نمیفهمن مسئله اتاق عمل اجاب نیست مثلا اتاق عمل دوزیه رانت عمل بی دلیله. مافیاست اینا میخوام پنهان بشه آیا چرا هیچ ساختاری وجود نه من تو ساختار پزشکی حالا چند وقتی هستش که رفت آمدی با این پزشکان محترم داریم چرا هیچ ساختاری وجود نداره برای اینکه این زیر کمیسیون هاشون زیر قطع بشه آقای پاکستانیان دوزی در ایران تبدیل شده به یک منطق طبیعی من دوزی میکنم طبیعیه تو دوزی میکنی طبیعیه اون, اون،, قشر دیگه دوزی میکنه طبیعیه انگار برای هممون طبیعی شده که دزدی کنیم یعنی یه فرهنگ شده بین ما میدونی چرا تورم اینو ساخته تورم همه ما رو دزد میکنه آقای پاکزادیان. مگه روزایی که یارانه میدن دزدی کم نمیشه تو کشور چرا چون تورم آدم رو دزد میکنه توی کانادا به یه معلول ماهانه 1800 دلار یارانه میدن از اون پولایی که پارک شده رفتن مالیات پولایی که دزدیده شده از کشورهای روسیه و ایران رفته اونجاها پول دولت مالیات ور داره میده به اون معلوله که اون دزدی نکنه که اون زندگی کنه ما چیکار میکنیم ما دزدی رو طبیعی میکنیم با تورم میدونی دلیل تورم چیه با این چیزی که شما گفتین احتمالاً دلیل تورم دزدی آقای پاکزادیان دلیل تورم دزدیه من اختلافی دارم با وزیر اقتصاد یعنی شما تمام دلیل هایی که اساتید محترم اقتصاد عنوان میکنند رو کنار میگذارید رشد نقدی همه رو کنار میگذارید و آفرین, آفر. چاپ پول رو هم آفر. کنار آفر. میگذارید اینا چل ساله نمیگن که دلیل تورم چاپ پوله خب اگه چل سال تورم دلیل چاپ پوله خب جلوشو بگیرین تموم شد دیگه همین دولت جلو چاپ پول گرفته همین الان بانک ها با هم نمیدن خلق پول نمیکنن چرا تورم هشتاده میدونی چرا؟ چون تورم در ایران حاصل حباب، چاپ پول، افزایش نقدینگی نیست حاصل دزدیه وقتی شما یه ساختمون تو شهر میسازی باید 600 میلیون تومن به اون مدیر تو شهرداری رشبه بدی ساختمونت گرون تموم میشه وقتی میخوای اقلام برای ساختمونت وارد کنی تحریما رو باقای دور بزنی چند درصد ساختمونت گرون تموم میشه وقتی بخوای به اداره آب رشوه بدی ساختمونت گرونتر تموم میشه به برق رشوه بدی ساختمونت گرونتر تموم میشه 28 تا مجوز تو شهرداری بگیری باید رشوه بدی ساختمونت گرونتر تموم میشه آقای پاکزادیان این گرانی حاصل این دزدیاست و واقعیه حاصل چاپ پول نیست حباب نیست گرانی تو کانادا حاصل اوبابه گرانی تو آلمان حاصل اوباب و چاپ پول دوره کروناست در ایران حاصل دوزیه حاصل اینه که قیمت تمام شده ای اون ساختمون که شما تو این شهر تهرون میسازی زیاده برو الان این ساختمون بساز چقدر بادش بدی بعد تو به عنوان سازنده نمیخوای سودتو برداری تو بر میداری سی درصد سودتو کمش بر نمیداری حالا سازنده های ما که نوت بر میدارن ببرن طبیعی سی درصد سود بر نمیداری خداوکیلیش منصفانش صد درصد خب قیمت تمام شده بالاست آقای فاکزادیان خونه گرون تمام شده کلی رشوه دادی این تورم واقعیه حاصل دزدیه حاصل مافیاست مردم تورم در ایران حاصل بانکا و چاپ پول و افزایش نقدینگی نیست حاصل دزدیه آی دکتر اه... حاصل این پولایی که با دزدی داره از کشور خارج میشه اگر دولت میگوید من میخواهم تورم رو کنترل بکنم و ما در چند ماه آینده با کاهش تورم رو به رو هستیم مم. یعنی با این چیزی که شما میگید من تو ذهنم این میاد یعنی فعل دزدی قرار جلوش گرفته بشه بله اگر دیدید تورم در ایران زیر ده درصد آمد بدانید قطعا دزدی کم شده من یه بار به آقای وزیر اقتصاد گفتم گفتم شما چه هنری دارید که طی هفت ماه میتونید تورم تو هشتاد نگه دارید تورم اصولا چیز سینوسیه یعنی اسید. به صورت طبیعی هشتاد میره باید بیاد چلچیکا میکنید اون بالا نگرش میدارید به نظر چیکا میشه خود وزیه مافیاس قیمت تمام شده کالا بالاست شما هر چی وارد این مملکت کنی مگه فقط باید پول تعرفه بدی طرف رسمی بدی نخیر آیدی که ما چجوری تو خیار که دیگه نمیتونیم دزدی بکنیم خیار الان قیمتش چهار برابر نه. شده ما تو خیار که دزدی نمیکنیم میتونیم دزدی کنیم اون که مشکل نیست ببین من یه بحثی دارم با مافیای ایرانی که با مافیاهای غربی فرق میکنه چه بحثی دارم میگم عزیز من تو که میخوای دزدی بکنی مافیا که هستی باش خدا خیرت بده ما ای اینو کارش نمیتونیم بکنیم که دو دزدی کنی اقلا یه جایی دزدی کن مردم ضرر نکنن تو به جایی که بری تو ایران خود رو دزدی کنی 3600 نفر تو آلودگی هوا بکشی بیا برو تو واردات خود رو دزدی کن جای خوب دزدی کن ما دزدی آل... دیگه گیری نداریم ما جای دزدی بحث داریم من... بیا برو یه جای دزدی کن مردم از محل دزدی تو سود ببرن مافیا تو ایتالیا مافیا تو فرانسه مافیا توی آمریکا یه جوری عمل میکنه که درست دزدی میکنه اما اون دوزیه به نفع مردم تموم میشه آقا بیا برو تو واردات خود رو دزدی کن حرفی نداریم ما تو دوز... نده تو واردات خود رو دزدی انجام بشه میگم ما که به مافیا سن... شکست خوردیم صنعت شکست بخوره آ... آقای آقا آقا پاکزادیان ما که به مافیا شکست خوردیم خب اقلا بذار به جای 16 درصد مصرف بنزین تو سمن 4 درصد بسوزونیم بعد دولت سر ما مننت نذاره که من دارم بنزین رو بهت ارزون میدم خب بنزین رو داری به ما ارزون میدی ما 16 درصد تو سمن داریم بنزین میسوزونیم بزا ما لکسوز سوارشیم 4 درصد 4.5 درصد بسوزونیم دو این لکسوس رو خیلی دوست داریم ببین نکتهش اینه لکسوس 4.5 میسوزونه قیمت همون سمنده ما رو بیچاره کردن مافیا خود رو چیکار کرده اینقدر آدم داره تو آلودگی هوا میکشه ببینید مافیای خودرو داره آدم میکشه تو آلودگی هوا دلیل اصلی آلودگی هوا خودروه منابع اعلام کردن که دلیل آلودگی هوا موتورسیکلت های خاصی من در منابع است نقلیه است موتورسیکلت سمند پراید همین اشقالی که دادیم دست مردم همین اشغال ها رو مظلوم سوار میشه قشر ضعیف جامعه سوار میشه وقتی صحبت از مالیات میشه آقای، من آقای، که حقوق کارمندی میگیرم تو میخوای دزدی کنی برو تو لکسوس دزدی کن نه تو پراید یعنی منی که پراید سوار میشدم دیگه برام, سوار برام دیگه رویا نیست میتونم لکسوس سوار بشم بله چون قیمتش همونه ولی اون میخواد تو, تو پراید دزدی کنه نمیخواد تو لکسوس دزدی کنه آقا برو تو لکسوس دزدی کن بذار حداقل 4.5 درصد ماشین بسوزونه این هوا آلوده نشه اون همه آدم تو جاده کشته نشه میدونی چقدر پراید کشته میده از جنگ ایران و عراق بیشتر خب بذار اونا کشته نشن یه جا خوب دزدی کن ما که جلو دزدی تو رو نمیتونیم بگیریم اقلا یه جایی دزدی کن مردم تو آلو هوا و توی, 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 توی جاده کشته نشن ما بدبختیمون با مافیای ایران اینه که مافیا ابلهیه ابلهه نمیدونه کجا دزدی کنه میخواد بنزین رو دزدی کنه میگه آقا بریم گرون کنیم من میگم آقا خودرو رو درست کنید مردم به قیمت دویست میتونن لکسوس سوارشن هی آقای دکتر شما مدام میگین خودرو رو درست کنیم کی درست کنه شورای رقابت درست کنه وزیر سمت درست کنه وزیر سمت اعلام کنه من میخوام خودرو رو سازی خصوصی بکنم آها این لفظ خصوصی سازی هم از اون لفظاست دیگه میدونی از اون لفظایی که حسابی میشه ازش استفاده کرد من هر وقت میخوام به تیمم چیزی برسونم به رفقا و به باندم چیزی برسونم از خصوصی دفاع میکنم چون تنها راه پول رسوندن به باندم خوستازی راه دیگه داره مگه پول درشت از دولت گرفتن فقط راهش خوستازیه دیگه و اینا تو بری از تو بودجه دوزی کنی که معلوم میشه سر بودجه چارده میلیون نفر کارمند نشستن دارن دوچشمی بودجه رو نگاه میکنن نمیشه از بودجه دوزید ولی میشه یه کارخونه پتروشیمی رو خصوصی کرد 1400 میلیارد تومن از دولت طلب داره 1200 میلیارد تومن به فروختش یعنی 200 میلیارد تومن تقدیم کرد میشه این کار کرد خصوصی سازی اسم رمز رسیدن به رفقاست به بانده اسم رمزه هر وقت شنیدی که طرف داره دفاع میکنه خودسازی چیز خوبیه خودسازی یعنی آقا بانده اطراف ما بخوام غیر بوجه چیزی بهشون برسه شما میگی من با اصل خودسازی مخالفم من میگم خصوصی سازی الان اینه تو اگه تونستی با نظارت مردم خصوصی کنی من باش بحثی نمیکنم ممکنه به نفع کشور باشه ولی این خصوصی که نظارت مردم روش نیست این خصوصی که مردم نمیفهمند داره توش چه اتفاقی میفته این رسیدن به بانده آیدی تو حوزه خودرو ما یه